تشکر از صبوری شما. به قسمت دوم برنامه خوش آمدید با فرهناز خوددرمانی و خودشناسی. حالا من هم فیچر رو عوض کردم، هم یه خورده زاویه رو تغییر دادم، فکر کنم یه کمی بهتر شد. فکر کنم چون امروز هوا ابری آفتاب نیست، یه مقدار یه طرف حالت سایه میفته. اوکی، من یه مقدار به سوال جواب میدم و بعد یه تمرین توپ رنگین کمان خواهیم داشت. سلام به شما، سلام و درود به همه شما، مرسی از قلب‌های زیبا. میتونید سوالاتتون رو بفرستین. چند بار از روح بزرگ درخواست کردم بهم نشون بده آقایی که باش دوستم به صلاح هم هست یا نه. هر دفعه توی خواب شوهر سابقم رو میبینم که با هم خوبیم و تعبیرش چیه؟ میتونه تعبیرش این باشه که مشابه شوهر قبلیته. یعنی خصوصیاتش مشابه شوهر قبلیته، کپی اونه. یه همچین پیامی میتونه داشته باشه. حالا میتونم این باشه که مثلا شاید اون به صلاحت بوده، ولی میتونه این معنی هم داشته باشه که خصوصیاتش مثل شوهر قبلیته. یه فرم دیگه هم میتونید سوال بپرسید که مثلا اگه من با این ازدواج بکنم چه نتیجه‌ای به من میده، شرایطم چجوری، زندگیم چطوری خواهد بود اگر من با این آقا ازدواج کنم. چون درخواست قبلی معمولا این خورده آشکارتر نشون میده، ولی تو این جوابی که گرفتید خیلی آشکار نیست که اگه به صلاحت یا نه. چون بعضی اوقات هم انتخاب با خودت باید انتخاب کنی، ولی میتونید به این فرم هم سوال بپرسید که اگر من با این آقا مثلا ازدواج بکنم چه نتیجه‌ای به من میده، چه شرایطی من خواهم داشت. چون روح بزرگتون میتونه احتمالات آینده رو نشون بده که اگر به صلاح باشه بهتون نشون میدن. سلام و درود بر شما. نخ ایران اتفاقا این به نظر نمیاد، دیده نمیشه به ظاهر، ولی ارتعاش ایران الان بالاتر از قبله، ولی این به ظاهر دیده نمیشه. چون ما فقط ظاهر مطلب رو میبینیم، ظاهر تصویر رو میبینیم، ولی اتفاقا ارتعاش ایران الان از مثلا یه دو سال پیش بالاتره. این پاکسازیه هم که داره میشه یه پاکسازیه لازمه. مثلا سیل که میاد، یا ما همینجا نزدیکمون یه زلزله خفیف داشتیم یه دو روز پیش، اینها اثرات پاکسازی دارن و لازمه. اگه لازم نبود اتفاق نمی افتاد. پاکسازی های اساسی، همین سیلی که اومده، درسته که خوشایند نیست، یه دهی در مسیرش قرار می گیرند و اذیت می شن، ولی پاکسازی که انجام میشه توسط این سیل در اون فضا به نفع مردمه در دراز مدت. حالا در کوتاه مدت چون سیل اینا هست مثلا یه آسیبای خسارت های اومده، ولی این اتفاقات با دیدگاه نتیجه دراز مدته. در دراز مدت این خیلی به نفع مردمه، به خاطری که پاکسازی که در اون فضا داره میشه که در قسمت اعظم ایران هستش الان، خیلی کمک میکنه به ارتعاش کل کشور، که ارتعاش کشور بیاد بالا. و این نکته مهمیه که باعث میشه افراد ذهن و دیدگاهشون بازتر بشه، آگاهتر برخورد کنن. چون به دلایل مختلف آلودگی‌های زیادی در اون فضاها هست. حالا یه مقدارش به خاطر جنگ‌ها، کشتار، خیلی چیزای دیگه و یه دلایل دیگه که در طول نه فقط مثلا 40-50 سال گذشته، ولی در قرن‌ها شاید
این پاکسازی اساسی شاید انجام نشده و این سیل یک پاکسازی درست حسابی انجام میده که کل ارتعاش اون جو رو تغییر میده و اتحاد ایجاد میکنه. چقدر زیباست که میبینیم مردم چقدر به داد هم میرسن، چقدر به هم کمک میکنن. در حالت عادی فقط میخوان از هم سبقت بگیرن، ببینن کی میتونه جلو بزنه از یکی دیگه، ولی در این شرایط مردم متحد میشن، به کمک هم میان و این خیلی زیباست. ولی منافعی داره که دیدن این منافع بینش میخواد، چون بر اکثر افراد که اخبار میبینن و این صحنه رو میبینن میگن وای مثلا چی شده فلان، فقط ظاهر قضیه رو میبینن. برای اینکه منفعت و باطن قضیه رو ببینی بینش میخواد، هم بینش هم دانش، که ببینی و درک بکنی که این برای منفعت مردم هست. به اضافه که حدود 10-12 نفر که ریشه سوالی پرسید بودن که این سل چه منفعتی داره، دریافت کرده بودن که تعدادشون شاگردای من بودن، تعدادشون افراد اینستاگرام، که دریافت کرده بودن که اگر این سیل نمیمد یه زلزله عظیمی میشد که تعداد زیادی کشته میشدن، یعنی چند برابر. یعنی این برای این بوده که اون اتفاق نیفته، ولی اثرات پاکسازی زیادی داره، چه زلزله چه سیل، و اگه لازم نبود اتفاق نمیافتاد. و امواج آدم ها خیلی تاثیر داره در شدت این اتفاقات. مثلا سیل ربط داره به حس طمع، اگه امواجی که آدم ها از خودشون میفرستن، امواج طمع مثلا از چند هزار یا چند میلیون نفر باشه، این در شدت این اتفاقات طبیعت تاثیر داره. و بعضی ها میگن خشم طبیعت، ولی این خشم طبیعت نیست، اتفاقا عشق طبیعته. ولی این لازمه برای حفظ تعادل، برای پاکسازی. خشم طبیعت نیست، عشق طبیعته، ولی امواج ما در امور طبیعت تاثیر داره. اگه همه به هم عشق بورزیم، این اتفاقات یا نمیفته یا خیلی خیلی ملایمتر میفته. انرژی ما تاثیر داره در اتفاقات طبیعت. بعد یه مقدار عمیق‌تر ببینیم چجوری میتونیم از فرزندم محافظت کنم. به طور کل خب میتونید مراقبش باشید و میتونید از خالق و فرشته براش درخواست بلسینگ حفاظت بدید. سلام به شما. خدا یگانه است، ولی در یگانگی خودش بودهای مختلف داره. میتونید اینا در موردش درخواست آموزش و آگاهی بکنید از معلمای نوریتون که درکش بکنید. وقتی من میگم خدای مادر، به این معنی نیست که ما چند تا خدا داریم. خالق در یک خالقه، ولی در یگانگی خودش بودهای مختلفی هم داره. اینا از معلمای نوریتون درخواست آگاهی بکنید برای درکش. ممکنه برای خیلی قابل درک نباشه، ولی نه به این معنی نیست که چند تا خداست. یک خداست در یگانگی خودش. چند هفته هست در فرکانس خشم هستم. خیلی توضیحاتتون عالی بود. خب خوشحالم که بهتون کمک میکنه. مراقب بیشتر تاثیر در پاکسازی و کار ماهامون داره. حدود 20 دقیقه یا نیم ساعت مراقبه میزان مناسبیه برای هر 24 ساعت. تأثیر داره در سطح آگاهی، در سطح ارتعاش. یه مقدار هم در دفع کارما یه مقدار تأثیراتی داره. میزانش مشخص نیست، ولی بعضی اوقات در این مراقبه که هستی، چون ذهنت آرومه و در سکوت هستی و تو اون حالت اگه مراقبه با کیفیتی باشه، وابستگی ها تو اون مدت داری رها میکنی، این خودش یه مقدار باعث میشه که یه چیزایی حل بشه، یه چیزایی احساسی ذهنی حل بشه. مراقبه منافع زیادی داره، ولی همه حدود 20 دقیقه نیم ساعت کافیه برای هر 24 ساعت.
گم کردن گوشواره در خواب به معنی داره. گوشواره سمبولش یعنی که شنوا باشی. میتونه این معنی داشته باشه که شنوا نیستی اگه گوشواره رو گم کردی، که بعد بیشتر توجه بدی، شنوا باشی. شنوا بودن یعنی سکوت بیشتر کردن و ذهن رو آرام کردن. چرا زود گریم میگیره؟ دوم اینکه خواب سیل چه هستش؟ برای اینکه چرا زود گریه میکنید، میتونید ریشه یابی بکنید از روح بزرگتون. معمولا به احساساتتون ربط پیدا میکنه. اینو بعد ریشه یابی کنید از روح بزرگتون. گاهی اوقات اگه به خاطر زود رنج بودنه، این میتونه از غرور یا عدم عشق به خود باشه. خواب سیل یعنی که احساساتتون در تعادل نیست. احساسات تو رو داره غرق میکنه. بعد به ذهن و احساسات تعادل بدی. کارم شغلی ربطی به ترس داره و چه کار کنیم؟ ممکنه ربط داشته باشه. بستگی داره ترستون تو چه زمینه، ولی ممکنه. اگه ترس از شغل داری، بله ربط داره. آیا ایران در دوره جدیدی قرار گرفته؟ تقریبا کل کره زمین در یه دوره جدید هستش، چون کل کره زمین در تغییره. این اتفاقات طبیعت در کل کره زمین داره میفته، نه فقط در ایران. همینطور که حتما تو اخبار شنیدید، اینجا تو خود کالیفرنیا ما چندین آتش سوزی داشتیم، چندین یه قسمتی سیل اومده بود که چند نفرم کشته شدن. بعضی مناطق گردباد داره، بعضی مناطق طوفان داره. کالیفرنیا بیشتر زلزله نشینه. ولی این اتفاقات کل کره زمین میفته. سیل عظیمی که ژاپن داشت که بسیار خسارت داد و بسیار عظیم بود. حالا ما چون ایرانی هستیم و در ایران، بیشتر متوجه این مسئله در ایران میشیم، ولی این اتفاقات فقط در ایران نیست. کل کره زمین در تغییره و کل آدمایی که در کره زمین هستن در تغییرن. ولی نتیجه در دراز مدت مثبته، چون هدف اینه که این پاکسازی بعد بشه که ارتعاش زمین تغییر کنه و ارتعاش آدمو تغییر کنه، تا ما آمادگی پیدا کنیم برای بعد 5، برای منفعت ماست. حالا در این مسیر یه اتفاقاتی میفته، ولی برای منفعت ماست. اوکی. چطور از دوری و نداشتن کسی آرام بگیریم؟ میتونی از روح بزرگت درخواست کنی کمکت کنه وابستگی رو رها کنیم. علت اینکه هر کار شغلی میتونه کارمای شغلی باشه، کارمای مالی باشه، کارمای اجدادی باشه، از روح بزرگ ریشه یابی کنید، بهتون نشون میدن. بی دلیل یه اتفاقاتی بی دلیل نیست. بعضی اوقات مسیر مشخص میکنه، چون من مثلا در طی عمرم شغلهای متفاوتی داشتم، ولی یه سری تلاش های من خیلی نتیجه نمیداد و الان متوجهم که به خاطر اینکه اون مسیر من نبوده. مسیر من یه مسیر معنوی بوده و گاهی اوقات یه سری درهایی که بسته میشه خودش یه نوع هدایت داره، تو رو هدایت میده. ولی بعد ریشه یابی کنید که اگه دلیل اینه یا یه کارمایی چیزی هست که مانع میشه. ریشه یابی کنید. عرض کردم این تغییر کلیه، در کل کره زمین داره این تغییرات ایجاد میشه، چون همه کل کره زمین و افراد و انرژی ها، حتی حیواناتی که روی کره زمین هستن،
بعد این تغییر انرژی رو بدم و به بعد 5 برم. حالا حیوانات، یه تعداد زیادی از حیوانات به بعد 5 رفتن چون اونا اون غرور و اون مقاومت رو ندارن. یه تعداد زیادی از حیوانات به بعد 5 رفتن، یعنی این تغییر ارتعاش رو ایجاد کردن. برای همین الان خیلی میبینید حیواناتی که خیلی آگاه برخورد میکنن، حیواناتی که متوجه است هوشمند داره رفتار میکنه و با عشق داره رفتار میکنه و آگاه داره رفتار میکنه، متوجه میشه که رفتارش مثل یه حیوان معمولی نیست. اینا حیواناتی هستن که تغییر انرژی و ارتعاش دادن، به بعد 5 رفتن از لحاظ ارتعاش، که این به دیگران هم کمک میکنه به تغییر انرژی. بیماران اعصاب و روان اگه خودکشی کنن آیا کارما داره؟ کارما داره. یه مقدار انعکاسش اینه کارش زیاد میشه. کسی که خودکشی میکنه 3 تا تناسخ باید بکنه که فقط کارای این عمر رو تموم کنه. چون از درسات و از کارما نمیتونی فرار کنی، از خودت نمیتونی فرار کنی. بعضی فکر میکنن خب اگه فرار کنن دیگه تمومه، ولی اینطور نیست. از خودت یا کارما و درسات نمیتونی فرار کنی. و اگرم به زور خودت رو خروج بدی، دوباره بعد صبر کنی، شرایط فراهم بشه، این درسات دوباره فراهم بشه و بعد چون برنامه ها رو به هم ریختی، چون برنامه تو فقط مربوط به تو نیست، مربوط به تعداد زیاد از آدم هست. کسی که خودش رو به زور خروج میده، برنامه دیگران هم داره به هم میریزه. خیلی چرخا ناتمام میمونه. بعد 3 بار باید تناسخ بکنه که کارای این عمر رو تموم بکنه. یعنی کار خودش رو چند برابر میکنه. به صلاح نیست. بهتر اگه بعضی اوقات تحت فشار هستید، میتونید درخواست کنید که خروجی بعدیتون کیه. حالا این به این معنی نیست که حتما شما رو خروج بدن یا حتما اون خروجی استفاده بشه. چون هدفی که تناسخ کردی اینه که اینجا درسات یاد بگیری و روح درونت این رو میخواد. روح درونت میخواد به خودش گسترش و القا بده. و چون ذهن دنیاویت با خواسته روح درونت خیلی اوقات یکی نیست، بعضی اوقات ممکنه اگه درخواست خروجم بدی این کار، این اتفاق نیفته، این کار نشه، به خاطری که اومدی برای یاد گرفتن درسات و حل کارمات. ولی میتونی اینو بپرسی که خروجی بعدی من کیه؟ چون ما برای خودمون خروجی میگذاریم، یه چند تا خروجی میگذاریم در طول عمرمون و این انتخاب رو داری که از این خروجی میخوای استفاده بکنی یا نه. حالا میتونید بپرسید خروجی بعدی من کیه و اگه بشه که از این خروجی استفاده کنم و خروج کنم، اینطوری بهتره. حالا بعضی وقت خروجیت ممکنه فوری نباشه، ولی اینطوری بهتره تا اینکه بخوای کسی بخواد به زور خودشو خروج بده. چون کلا اون چیزی که الان یاد نمیگیری تو عمر بعدی دوباره برات فراهمه. برای فرد مرده ما میتونیم کارما سوزی کنیم، یعنی بعد از مرگش برایش این کار بکنیم. شما میتونی به کارمایی که بین خودت و اون شخص درمان بدی، نه کارمای اون بل جدا. حالا هر کسی چه در حیات باشه، در این بود چه خروج کرده باشه، شما میتونی از روح بزرگت درخواست کنی، بگی که به کارمایی که بین من و اون هست درمان بده، که بالواقع داری به کارمای خودت درمان میدی. من خوابام یادم نمیمونه. یه مقدار به ارتعاش جسمتون توجه بدید که سالم تغذیه کنید، آب بیشتر مصرف کنید، ورزش کنید که ارتعاش جسمتون بیاد بالا. خواب دیدم در کنار افرادی هستم که غذا میخورن سر سفره. من دارم دیدشویی نمیدونم یعنی چی میکنم و خواب. غذا خوردن یعنی داری کسب انرژی میکنی. مدفوع یعنی چیزایی که بعد پاکسازی بشه، احساسات، افکارهای منفی که بعد پاکسازی بشه.
پری وجود داره، بله. تو بعد ما نیستن ولی وجود دارن، بله. در ریشه‌یابی که ببینم بگن میمیری تعبیرش چیه؟ میتونه این باشه که باید ارتعاشتو بیاری بالا، یا باید یه سری خصوصیات خودت رو محدود کنی و از بین ببری. یعنی یه تغییراتی باید در خودت ایجاد کنی که آگاهتر زندگی کنی. خیلی به ندرت پیش میاد که بهت بگن چه وقتی خروج میکنی. حتی اگرم بخوان همچه اطلاعاتی بدن، معمولاً حدوداً مثلا فصلش رو ممکنه بگن. خیلی خیلی به ندرت پیش میاد که به کسی بگن دقیقاً کی میخواد خروج کنه. ارتباط جنسی خیلی واجب به ازدواج نیست، ولی از دیدگاه کائنات یا معنوی، ولی لازمش اینه که با احترام باشه، با علاقه باشه، با موافقت دو طرفین باشه، احساسات دو طرفین رعایت بشه، سوء استفاده نشه، دروغگویی نکنی، با صداقت باشه، یعنی یک رابطه سالم باشه. چیزی که مهمه اینه. آسیب احساسی زدن به دیگران کارما ایجاد میکنه. قلب شکستن دیگران کارما ایجاد میکنه. این مسئله احساسی خیلی مهمه در مورد روابط جنسی. در اکثر موارد هم مخصوصا از دیدگاه خانما، امکان اینکه بتونی یه رابطه جنسی داشته باشی بدونی که آسیب احساسی بزنی خیلی کمه، چون اکثر خانم‌ها وقتی ارتباط جنسی برقرار میکنن وابسته میشن، طرف رو به دیدگاه یه شوهر نگاه میکنن بهش بعدش، و معمولا اگه طرف هدفش فقط رابطه جنسی باشه این باعث آسیب اون خانم میتونه بشه و این قسمتش کارما داره. حتی بعضی اوقات حتی اگه مثلا صادقانم بگن که خب من رابطه نمیخوام، فقط یه ارتباط جنسی میخوام، این خیلی تو رو از مسئولیت بیرون نمیاره، چون در اکثر موارد خانم ها اگه اینو بشنون ذهنشون اینه که خب به مرور به من علاقه من میشه. یعنی نمیتونی بگی که خب من که از اول گفتم. این مسئولیت رو خارج نمیده که مسئولیت داری نسبت به احساسات اون شخص مقابل. برای همین باید آگاه باشید، این که فقط صرفا بخوای بگی که من خب از اول من گفتم، از اول مثلا هدفم رو گفتم، این خیلی شما رو از مسئولیت خارج نمیده. باز هم مسئول احساس طرف هستی که اون طرف چه احساسی ممکنه داشته باشه. در نهایت که همه کار مسوزی کردن چه اتفاق میفته؟ اگه حدود 80-90 درصد کارما حل بشه و آگاه بشی میری به بود بالاتر. درخواست آموزش دادم ولی هیچی دریافت نکردم. اشکالی نداره. اکثر اوقات که از معلمای نوری درخواست آموزش میدید حضور ذهن ممکنه نداشته باشید. ولی دریافتی دارید، فقط حضور ذهن بهش ندارید. به مرور متوجه میشید که تغییراتی داره ایجاد میشه. من خودم در شروع کار برای حدود 3-4 سال فقط درخواست آموزش میدادم، چون تنها چیزی که اون موقع میدونستم همین بود، چیز آگاهی دیگه نداشتم. موقع فقط به معلمای نوری آگاه بودم و هر شب من درخواست آموزش میدادم. آموزشارم چیزی یادم نمیموند، حضور ذهن نداشتم. فقط اولین قسمتش که تا این درخواست رو میدادم میدیدم که به سرعت دارم میرم آسمان، ولی خود آموزش و حضور ذهن نداشتم. ولی به مرور زمان متوجه میشدم که دیدگاه هم حسم داره تغییر میکنه. متوجه یه سه تغییرات آروم آروم و لطیف میشدم
که خب متوجه می شدم که اثراتی داره میده با وجودی که من خود آموزش رو یادم نیست، ولی اون آموزش رو میتونه روحت یا ناخودآگاهت دریافت کنه، تأثیر میده، میتونید درخواست خوبی هست، میتونید ادامه بدید. اگر در خواب یکی پول منو برداره و به هم نده یعنی چی؟ پول گاهی اوقات نمادی از ورچوه. ممکنه اگه کسی به شما پول میده یعنی داره به شما ورچو میده، ولی این معنی را میتونه بشه که اون از شما داره انرژی میگیره. و اگر کسی هست که مثلا بدون اجازه داره پول برمیداره، یه کسیه که خیلی بر شما منفعت نداره. آیا روحهای سرگردان تا وقتی به نور نرفتند و تناسخ بدی نمیشوند؟ خب حالا اینا توضیح کامل من نمیدم، ولی فقط اینو میگم که افرادی که ما بین موندن زمان رو احساس نمی کنن. برای همین ممکنه 30 سال، 40 سال، 100 سال ممکنه در اون فضا باشن، ولی با این وجود که ممکنه مدت زیادی در اون فضا ببینن، هدایت به نورشون خیلی راحته اگه خودش بخواد. کافیه بگه خدای کمکم کن مثلا، یا اگه یکی هدایت به نورش میکنه اون کمک رو بپذیره، یا فرشته نگهبان داره میتونه از فرشته نگهبانش اگه اون آگاهی رو داره کمک بگیره. هدایت به نورش خیلی ناراحت راحته اگه خودش بخواد و همکاری بکنه که اون بخش خودش آگاه بشه و به نور بره و آزاد بشه. توی خواب هم میتونید کتاب خواب منو تهیه کنید برای یه سری از سمبول ها، تعبیر سمبول ها، ولی حسی که تو خواب دارید مهمه. قسمتی از پیام حسیه که توی خواب دارید، و اگه ویدیوهای به کانال دوم من فرهناز جی 2017 برید و ویدیوهای چند سال پیش منو نگاه کنید، من توضیحات مفصلی راجع به فضای خواب دادم، اونا رو نگاه کنید. چون همه قسمت خواب تعبیری نیست، یه قسمت مختصرش پیام و تعبیره، همش تعبیری نیست. قسمت خواب اینه که شما تو اون فضا با بدن نوری داری یه چیزی تجربه میکنی. تو این قسمت خیلی تعبیری نیستش، یه مقدار سطح ارتعاش رو نشون میده. اگه مثلا هوا تاریکه یعنی که یه مقدار ارتعاش پایین تره، اگه آسمون آبیه ارتعاش بالاتره، اگه لباس تیره است ارتعاش پایین تره، اگه لباس روشن ارتعاش بالاتره. اون قسمتش هم که داری یه چیز تجربه میکنی با بدن نورید، به طور کل ارتعاش رو نشون میده، ولی همه قسمت خواب تعبیری نیست. افتادن دندان یعنی یک مطلبی رو درک نکردی. بهتون گفتن خروج کن نرفتی، خب خود انتخاب با خودت بوده، بدین انتخاب رو دادن. بله روی زمین ابعاد بیشماری هست. از برای خرید کتاب خوابم از واتساپ درخواست بدید، بگید که میخواین کتاب خواب خریداری بکنید، اسم و فامیلی و اینکه ساکن کجا را هستید هم اضافه کنید، من بهتون میگم چطوری خریداری کنید. افرادی که خارج از ایران هستن میتونن از گوگل
سرچ کنن یا از شرکت کتاب خریداری کنن. در آمازون هم هست، اگه از آمازون هم میتونید خرید کنید. افرادی که خارج از ایران هستن، افرادی که داخل ایران هستن، با خود من از واتساپ تماس بگیرید، بگید که کتاب خواب رو میخواید، بهتون میگم چیکار کنید. میتونید من در خواب بعضی اوقات که بیدار میشم قاصدک های سیاهی میبینم که دارن به هوا به آسمان میرن. این ربط داره یه مقدار به پاکسازی فضا. میتونید تو کلاس پاکسازی فضا شرکت کنید، این بهتون کمک میکنه برای این قسمت. بله، برای وقت مشاوره هم از واتساپ پیام بدید، بگید وقت مشاوره میخواین، اسم و فامیلی و اینکه ساکن کجا هستید رو هم اعلام کنید. 35 دقیقه شد، تشکر. من قطع میکنم، برمیگردم. لطفا حضور داشته باشید.